chiesto in cosa. Non mi fa un via da. Esselamu aleykum. Wa aleykum salam. ترجمه ما گا پای اینا رو به شما ترجمه میکنم. نه اجیم ما نتشکر کم. ما اینجا آمدیم که از شما تشکر کنیم. ما خدا که میبتون من اتیخ انتو جسر تو ابدویون من اتیخ. هیچ کس جرات نکد که با ما اصلا بفروشن، اما از این که شما ای کار کردین تشکر. از کجا آمدین؟ لبنان. با هم معرفی شدیم. دیدی خانه کازم، از خاطر دو ساله آمدن تشکری کنن. آدم های بسیار خوب معلوم میشدن بیادر. در داخل کی هست؟ آقا ناظر با قبیلوت هستن. اون افرای لبنانی یکی داخل اجازه داده بود. ما فکر کردیم که میمان های آقا ناظر هست. میبخشین آقا. آقای محترم، شما دو سایه رو ما را دیدین؟ بله دیدم نازم، اما من هیچ وقت نمیخوایم که کارم پتو پنهان باشه. هر قدر کوشش کردم مانشون شده نتونستم. اونا زد کردن که باید با آقا ماماتی ملاقات کنیم. گفتن او بزرگ ماست، ما باید دستشو ببوسیم. این ناظرام یک روز ما را با اسرائیل دشمن خواهد ساخت. به یربا یک پیالاب دادانم خطرناک است. دادن سلار خوبان. اگر صاحب ما خراب نکنن، باز ما خودم با دستای خود برشون اصلا میتونم. محترم، فعلا وقت نشستن نیست. بیا اونا را در آغوش بگی. غمزه چطور است؟ مرتنم و تفل. اگه توالو شبه زندگی میکنه. بسیار خوب. شما اگه گپ میزنین ما بیرون میرم. آقای محترم با داود تاتاروغلو چی گفتی؟ گفتم خودکشی کرده. باور نمی کنه. آقا داود، هر چیزی را که ما بگویم باور می کنه. بسیار عجیب استی. مدارک واضح نشان میده که بچیت کشته شده. بچیت کشتن. وقتی که ماماتی فواده به قتل میرسان، باز بلوته که قدر دوست داری مرگ بچیت تماشا میکد. مقصر خودت استی که بلوته اقدر وقت دادی. اگه نی اوی کار نمیکد. ایشه اسکندر مثل همیشه باز به تو دروغ میگه. هر کسی که هر چیز میگه بگویه. اسکندر بدونی که کدام هدف داشته باشه به من دروغ میگه. فقط یک بلوت است که دروغ نمیگه. همه تر از پدر. فواده تو کشتی. از بچه خود نفرت داشتی و به نفر خود گفتی که او را از پیش روی دور کنه. بس است ایجا، بس است. من انتقام خون بیادر من میگیرم. حتی اگه دی قتل دست داشته باشی از تو هم. خوش آمدی آقای محترم. ملاقات شما با ما بسیار خوشایند است. چطور هستین؟ هیچ خوب نیستم آقا قدرت. چرا؟
ما خبر شدیم که شما به دشمنای ما اسلحه فروختین. بعد از 50 سالی کار کردین. چطور دانستین که با ما خیانت کنی؟ امکان نداره. ما در تمام تجارت که انجام دادیم هیچ وقت بدون اجازه اسرائیل به کس اسلحه نفروختیم. ای بندر شماست. ای آدم شریک بدرتان است. کشتی که به لبنان اسلحه انتقال میده او هم از شماست. آقا قدرت، شما یک خیانت بزرگ مرتکب شدین. اما ایره فراموش نکنین. هر کسی که با دشمنای ما کارو بار کنه، ما او را به چشم دشمن میبینیم. حتما غلط فهمی شده. به نظر ما بیادرم از این معاملهی که ما با شما دارم خبر نداره و ای اشتباه او را ما حتما جبران میکنم. هرچی که در توانم باشم حاضر هستم. بیا جواد جان، بیا. زندگی سر ما باشه. وقت سر بیادر ما را قطع کردن. اونا سر ما را قطع کردن فامیلی، اما تو در چوکی آرام ششته بودی. بیادرم با تو چی ضرر رسانده بود که تو با قطع شدن سر و هیچ عکس العمل از خود نشان ندادی؟ جواد جان، غم تو تازه است. به خاطر احترام به غمی که داری تمامی گپای تو را نادیده میگیرم. دیگه بین ما تو به نام احترام چیزی وجود نداره. تا که ما انتقام بیادر ما نگیرم، تمام استانبول با آتش میکشانم. تو هم در چاکی خدا رام بشی. متوجه باش که بیرون نبرایی. گوش کو جواد، دلت که به اسرائیل اعتماد میکنی، دلت که به امریکا یا که به روسیه، اما اعصاب مرا خراب نکن. اگر نه تو و افرادت پارچه پارچه کده زوبش میکنم و دست حرکا به جای قیر فرشش میکنم. جواد، هر کس باید حد خدا بشناسه. آقا اجازتان است که حدش برش نشان بدم؟ بیادرش مرده بانین که انتقام خود از پولاد بگیره. همی که کمی آرام شد باز میاید استم همه بوسه. مامور بخشیده دوباره با آغوش میگیرم کنان جان. یلماز، اسکندر چی است؟ قربان، آتش است. با آتش چی کنه؟ آتش باید خاموش کنه قربان. اگه خاموش نشود باز باید دور ساد شوی. چرا؟ نه که ترسیدی الماز؟ نه ترسیدم قربان، او از حمایت بزرگ برخوردار است. کجا سیالو ماما؟ سر قبر ایلوان رفته بودم. ماما ازت خواهش میکنم، لطفاً تا یک مدت از خانه بیرون نرو. دیگه کجا رفته میتونم پولاد جان؟ فقط یک جای مانده، پیش الوان. که او را خداوند چی وقت میخواهیه منتظر هستم.
مماتی باشه باید به شکل خاص تحت تعقیب داشته باشین آقا جواد. از شما میکاره توقع دارم. اگه شما این کار کده نمیتون باز خودم میکنم. کار نیست که ما آزادش برامدنتانه. بیادر مرحومه دل رحم داشت و آدم خوب بود، بسیار خوب، اما ما او قسم نیستم. بیادر شما مرا کار داشتین؟ با تو نگفته بودم که بدون اجازه ما با کسی تجارت نمی کنی؟ بیادر باز نگویی که نگفته بودی. اگه بار دیگه سرم دست بالا کدی باز جوابت مرگ خود بود. تو چطور تانستی که به هر با اسلحه بفروشی فکرت؟ کدام کشور است که برش نمفروشیم؟ باز نگویی که نگفته بودی بیادر. اسرائیلی ها میخواین از ما انتقام بگیرن. فکرت ما تو را با دستای خودم میکشم. دیگه بدون اجازه ما هیچ کار نمی کنی. با عربا خوبه هیچ وجه کار نمی کنی. بیادر ما لوده هستم که با عربا اسلحه بفروشم؟ ما ماتی فروختم. فکرت ما لوده هستم که به تو اعتماد کدم. باز نگویی که نگفته بودی ابراهیم. ما بیادر خودم میکشم. بیادر خودم کسی کشته آقا فکرت اتمن مزاق میکنین. بیا که شرط بزنیم ابراهیم. وقت بیادر ما بکشم باز تو رو میکشم. اگه مردستی شرط بزن. حتماً این در است. بسیار پشت دق شده. خب دو سال صندوق باز میکنیم و شروع میکنیم. خب یک دقیقه صبر کنید. فکر میکنید در صندوق شماره چار چند باشه؟ به نظر شما دوستا. بنده دی بیاخت سوزو بردو یا؟ در خانه کیس ننه؟ کی بوده میتونه؟ قمار باز آمد. یلدر کجاست؟ دوست ما یلدر به عالم ابدی پیوست. به خاطر مردم خود خدا فدا کرد و به قسم یک انقلابی از این دنیا رفت. زندگی سر همه ما باشه، بهشت بر این جاش باشه. بچه بچه ککم ما برات یه چیز نمیگم. بخیر تو هم یک روز صاحب اولاد میشی و این درد میبینی. از خانه ما گم شوید. حالا دیگه بریم گم شوید. بریم چاتل. گم شوید. Ne dönerler geldi.
پولو تلمدار از ما وقت ملاقات خواست، اما من رد کردم. درباره اکسوی قصد صحبت میکرد. نفر اسکندر در پیشو زندانی بوده، او کی بود؟ زکی یکی از افراد ما بود که در پیش اسکندر کار میکرد. همی که پولاد دستگیرش کرد، خدا برش معرفی کرده. پس چیزایی که گفته درست است؟ شما چرا برش وقت ملاقات ندادین؟ ما برش وظیفه پیشنهاد کردیم، قبول نکرد. به توصیه شما اسکندر به این مقام رساندیم، اما نفر خاص شما پولاد علمدار ایران قبول نکرد. شما به ما گزارش داده بودین که قبول میکنه. پولاد علمدار فعلا از دستور ما سرپیچی کرده. حال او از حمایت ما برخوردار نیست. او به این دولت خدمات زیاد را انجام داده، معلومات زیاد را در باری کشور داره. ما میخواییم متوجه او باشین. این مبارزات چی وقت خلاص خود شد؟ رئیس استخبارات هر روز با ما گزارش میده که دولت مداران اسبق به خاطر از بین بردن یه حکومت دست یکی کردن. اسکندر همی که معاون شد شروع به کشتن افراد خاص دولت کرد. اگه از اسکندر پرسیده شوه میگه پولاد میخواه مرا از بین ببره و شما حمایتتان از او قطع کردین، با ما میگین که مواظب باشم؟ محترم، هر کاری که موقف میجاب میکنم او را انجام میتونم. از صلاحیت های خود به حد اعظم استفاده میکنم. دولت مبارزات را تحمل نمیتونه. لطفا شما کار خود بکنین و از ما توقعی بیش از حد نداشته باشین. وقت ملاقات تو با او پذیرفته نشد. دلیل؟ دلیل نیست. اگه دستور از رئیس جمهورم باشه. باز ما میفهمم که چه کنم رئیس صاحب. دولت میخواه که حوصله ما را آزمایش کنم محترم علم. برام دیگه هیچ حوصله نمونده. فقط که ما به نفع خود کار میکنم. بیبی یک روز اسکندر با قدرت خود همه اینا را تک تک از بین خود برد. اما دیگه اجازه نمیتم اسکندر کسی را بکشه. او هر قدر کوشش بکنه که به اهداف خود نزدیک شوه، ما ای اجازه را برش نمیتم. آقا ارجمند، نوشته هایتان قابل قدر است، اما ترکیه را بسیار خوش جلوه دادین. ما به خاطر نجات ترکیه در وضعیتی که قرار دارم میخوایم راه حل مناسب را پیشنهاد کنم. شما خوب پیشنهاد کردین که از ناتو جدا شویم. ما به نوشته هایتان احترام داریم، اما نباید میگفتین که چرا آمریکا دولت فعلی را حمایت میکنه. اگر ما علنا با آمریکا چنین برخورد کنیم، اونا دیوانه نیستن که با ما روابط خوب داشته باشن. استاد، این گزارش از آمر صاحب است. ما نمیتونیم که اسلحه ناتو را فرستوار به هر کس معرفی کنیم. اگه ای کار کنیم مردم با وارد شدن اسلحه میگن جنگ داخلی شروع میشه. آقا ارجمند، هدف ما از اسلحه که گزارش دادم اسلحه ثقیل است. واضح‌تر براتون بگویم، یعنی سلاح هستوی. این سلاح هستوی به خاطر ماست، به خاطر ایران است، به خاطر عراق است، یا که به خاطر سوریه. سلاح هستوی به خاطر استعمال کردن نیست، به خاطر تهدید کردن است. تا وقتی که سلاح موجود باشه شما حتی پیشنهاد جدا شدن از ناتو هم کردن نمیتونین. اونا از مرسین پترول استخراج میکنن و به ذخایر تیاره‌های قونیه انبار میکنن. ما میخواییم همین مسائل بنویسم. وقتی که امریکا های قدر قدرت داشته باشه، باز ما چطور میتونیم که بهتره باشیم؟ اگه ما از گاوی شیری یعنی اسرائیل خوب استفاده کنیم، باز میتونیم بهتره شویم. اسرائیل همیشه در مقابل عرب ها، در مقابل ایرانی ها از موقعیت ما استفاده کرده و دایندام میکنه. ما باید به خاطر عرب ها و ایرانی ها باید سر اسرائیل در یارسه اعتماد کنیم. نه به عرب ها و نه به ایرانی ها اعتماد کرده میتونیم. با ناتو هم میباشیم. ما با ناتو تاله چی کردیم؟ فکر کنم ما شما را فهمانده نتانستم. تا ای که امریکا ما را اخراج نکنه نمیتونیم از ناتو به دل خود براییم. در اون صورت قدرت کشور ما با قدرت دیگه کشورها چی تفاوت داره؟ معلوم میشه که استاد ارجمند با داماد خود خوب جور آمده. برعکس، با او هیچ جور نمیایم.
متاسفانه ما امروز یکی از دوستای خوب خود از دست دادیم. ما اسرائیل میگیم، از روابط گپ میزنیم، اما با وجود موقعیت فعلی ما جاوید آکارسو به قتل رسید و او هم گفته شده که توسط داماد آقا ارجمن به قتل رسیده و امنیت عمومی کشور به دست کی است؟ به دست کسی که بالایش بسیار اعتماد داریم، اسکندر کبیر. یک اشتباه بزرگ صورت گرفته. با وجودی که ما اسکندر چقدر متوجه ساختیم، اما بازم نتونستیم از این بحران نجات پیدا کنیم. به خاطر رساندن اسکندر به این مقام هیچ کس نموند که ما در پیشش گردن خم نکده باشیم، اما او با تصاحب این مقام هیچ نظری به ما نکد و ما را نادیده گرفت. اسکندر تمام این کارا را باید جبران کنه، یا که در غیر از او ما مارام نخواد چیشتیم دوستا. با بیادرم هم گفتم مماتی جان، ای تنها تصمیم مماتی نیست که گرفته باشه، بلکه ای تصمیم کل ماست. اما تو نگفتم ابراهیم؟ گفته ناقا فکرت. ما فقط خواستم که اجار باتم. وقتی این موضوع با بیادرم برسه، باز رسیدنش به خودت و قدر مشکل نخواد بود. عربه چی جان بیادر؟ با بیادرم هم گفتم فقط خودشان به عربای چسلحه نمفروشن. چیزی که خوشم نمیه سیاست است، اما در آغوش شفتیدم. مماتی جان، ناظر تو را به آذربایجان دعوت کرد. اوش کنی که نری، اگر رفتی باز برای درد سر ایجاد خواد کردن فامیدی. درد سر چی ایجاد خواد کردن؟ پس مماتی جان، بانک ما با اونا معامله کنم. چه قسم معامله ها؟ امی که تمام فایده خود با اونا بتیم. خب بس ما دیوان هستیم که تجارت میکنیم. این کار را بخاطر میکنیم که از اونا مذرت بخواییم. تو برو از هر کسی که مذرت میخوایی بخوای. من از کسی مذرت نمیخوایم و نه به کسی پول من میتونم. شاهد باشه ابراهیم، من گپ خود به ماماتی گفتم. گفته ناقا فکرت. حیات عالی. بعد از یک مدت طولانی باز خواستیم که یک جلسه خود امروز دایر کنیم. در قسم یک وضعیت مشخص بار خواستم که با شما نشستم مشوره کنم. قسم که میفهمین کابینه نو تشکیل شد. بعض تغییرات را که پیشنهاد کرده بودیم طرف دید مثبت دولت قرار گرفت. توسط تغییرات مثبت توانایی یک سیاست خارجی قوی را به بسیار خوبی برمغان خاطر آوردیم. ترکیه باید قدرت تمام منطقه شود، که هم به خاطر کشور ما و هم به خاطر اطرافیان ما بسیار مهم است. آقا، امریکا میتونه بحران جهانی را اداره کنه. امریکا خطرناکترین ضربه را به سرمایه جهانی وارد کرده تا بتانه که مسئول چنین بحران ها و سرمایه ها خود جلوه بده. امریکا باید جبرانی کار خود بپردازه، اما ما هم فعلا به جنای امریکا قرار داریم. ما به عنوان حیات مجلس چگونه یک تدبیر اتخاذ کنیم؟ متاسفانه نه بدون پول بین المللی پیشرفت میتونیم و نه اونا را راضی ساخته میتونیم. با مراجع مربوطه گزارشات خود فرستادیم. فعلا ما در جستجوی رای حل داخلی هستیم که به خاطر این کار اولین اقدامات خود شروع کردیم. نسل جدید را که در عرصه تربیه کردیم، انشاءالله که این نسل جدید به مسیر کامیابی روان هستند. با وجودی همه فعلا عراق از آمریکا که بیشتر به ما ضرورت داره، که هم یک نقطه کامیابی پنداشته می شود. اگر ما به یک شکل رای صادرات پترول اونا را قطع کنیم، پس در این صورت اونا هم
راه درآمد ما را مسدود میکنن. بزرگترین مانع پدیده دهشت است آقا. سازمان های دهشت افغانی چه وقت خاتمه پیدا میکنه؟ اگر ما بتانیم که در سطح ترکیه یک تصفیه کاری را برام اندازیم، اسکندر و افرادش با تمام کادرایش از بین ببریم، باز وقت قادر به اداره کردن سازمان های دهشت افغانی خواهد شدیم. سازمان دهشت افغانی اینجا با سازمان هایی که در شمال است با اسکندر یک رابطه بسیار محکم دارن. ببینین، هر وقت که ما در ای باره بحث را برای بیاندازیم، باز در او وقت حساکر ما مجبور میشن که جانایشون از دست بدن. وظیفه را که با پولاد علمدار داده بوده، نتیجه چی شد آقا؟ متاسفانه که پولاد علمدار حرف ما را نشنید و به ما خیانت کرد. بنان وظیفه نا تمام پولاد علمدار کی اجرا خواد کرد؟ دقیقت شما همه چیز درباره من میفهمین. اسکندر کبیر، ما به شما گفتیم اما شما گپ ما را نشنیدین. ما هم گفتیم که مردم بالاخره علیه شما میخیزن اما شما نادیده گرفتین. اسکندر کبیر، دولت از دست ما میره، متوجه هستین یا نه؟ هیچ جایی نمیره. بانین که پولو داده یک موقف خوب مقرر کنن، باز ما اونا را اسلام سازم. دین و ایمان اونا پول است. اونا را که برش و گرفتن عادت دادم و یکشن لیره برشان دادم، باز نفر خاص خودم میشن. او دوران گذشت، معذرت میخوایم اما شما اشتباه میکنین. در اصل شما اشتباه میکنین. یک نفر از بین رفت، باز دفتن شما مورال خود از دست میتین. ما به او جاوید احمق گفته بودم که از پولاد علمدار خود دور نگاه کو. موضوع تنها مسئله جاوید نیست. فرمانده صاحب، ما مشکل شما را درک میکنم. اعتراض شما ای است که میگن چرا در دوران ماموریت ما انفجار صورت میگیره؟ ما کوشش میکنیم که در این انفجارات دشمن ما از بین بره، اما افراد شما ناخواسته کشته میشن، من چی گناه دارم؟ باز آمدم میگن که تو مقصر هستی، ای تو شد و او تو شد. اسکندر کبیر، ما گفتن یای خود گفتیم. اگه شما هوشیار هستین گپ ما را قبول میکنین، در غیر از این کسی دیگه ای در این چوکی خواد ششت. هیچ صبر نکنین، پولاد علمدار بی از او بیکار است. برین داماد ما را به این چوکی مقرر کنین. حالا برین. یلماز، اون ماما تیره که میشناسی چی است؟ سنگ چخمخ. رابطش باید با بارود قطعه و قربان. پس قطع کن. تا دم در بدن دارین پشت ماما تیره اعلاناتین. در غیر از او یک یک تانه خودم از بین میبرم.
نمیگی که امروی پدرم دباری چی گپ زدی؟ میگم اما باور نخواد کدی برو. رئیس بیادر جاوید بالای بندر حمله کرده، افرادشان بسیار زیاد است. آقا، پولاد علمدار با عبدالحی از شفاخانه خارج شدن. افراد ما گفتن که در بندر مماتی یک جنگ جریان داره، از او خاطر پولاد علمدار با عبدالحی اونجا رفتن. به افرادت بگو که دیگه اونا را تعقیب نکنن، خوش ندارم دیگه آوازشان را بشنوم. پولاد علمدار راحت بانین تا قدر ما یک کمی سر و آدم های احمق بیعیفا میدی؟ بچه شما آقا.
گوش کنین بچه های برن استراحت کنین. اگر کسی به خاطر بردن مدعی عمر بیایه بجز اسرائیل کسی دیگه نمیایه. نجات دادن ما از چنگ او در توان شما هم نیست. ماما قسمه که دستور دادن. گوش کن بچه، شما از خود زن اولاد نداره؟ گوش کنین مثل من نشه، حال جوان هسته، برن زندگی کن و لذت ببره. الماس ای چیز درخت ریشه‌دار قربان بیادر تا بیرون هستن. فکرت احمق گفت، اما ما نشنیدیم. این دیگه چیز؟ تیل است. تیل؟ زود بید، اگه نمانه می سوزانند. <تص->
عوض شد. بیادر دروازه را بسته کدن. پس شد. بان ما بزنم بیادر. بیادر. پس شد. تو اگر نمی بودی من چی میکردم؟ ایلوان خداوند کمی تو را به من نشان نده. پولا جان شما را به خداوند میسپارم. دوباره من هیچ تشویش نمیم. ما خدای طوفان بند مونده. همین قسم همه ما خواهد. انشاءالله دو دنیا میبینیم. خداوند دعای مرا قبول کرد. نفس مرا از خاطر مریضیام نه بلکه از دست یک ظالم میگیره. اما خون ما تو را از بین خواد برد جواد. چی میگه الماس؟ زاری میکنه که نکشش قربان. زاری چی احمق؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. Mm-hmm.